درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 18 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما هفته گذشته داستان تلخ زندگی لطفعلی خان رو مرور کردیم، شهرام جان برامون گفتن، و رسیدیم به شروع حکومت آقا محمد خان قاجار و اینکه آقا محمد خان چه کارهایی انجام داد. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا ادامه داستان از زبون ایشون بشنویم. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین نازنین و درود به همه بینندگان گرامی کانال ارزنده شما. خوشحالم که تمنم کنم. خوشحالم که با دیگه در خدمت شما هستم. ما هم خوشحالیم شما رو داریم در برنامه. مرسی، سپاسگزارم. گوش میکنیم به صحبت شما در ادامه تاریخ. خب ما جلسه قبل در واقع در مورد تا اونجایی رسیدیم که لطفعلی خان به وضع اسفباری کشته شد، ولی قبل از اینکه من در واقع مبحث تاریخ رو ادامه بدم، در واقع یک خواهشی از بینندگان عزیز شما من داشتم. ببینید همین هنان برنامه هایی که افشین نازنین تهیه میکنه، خب میبینید با چه زحمتی چه زجری برنامه داره تهیه میشه. خب افشین با توجه به وضعیت جسمش که اکثرتون میدونید خبردار هستید، میشینه با مهمانان مختلف که اساتید من هستن، همشون بزرگان سروران، صحبت میکنه، مطالب جمع میشه، ادیت میشه، در اختیار شما گذاشته میشه، و تا اونجا هم که دیدید چه مطالب تاریخی چه مطالب سیاسی در واقع هر کم و کاستی هم داشته باشه، همه در واقع بر پایه راستی و درستی و میهندوستی هستش. از طرفی هم خب میبینید در چه دنیایی زندگی میکنیم، یعنی تلاش میشه در واقع حرف راست، سخن راست و درست در واقع شنیده نشه، خفه بشه، و حالا به هر شیوه‌ای ممکن که بلد هستند، عدم حمایت، یا حالا تو بعضی از حالا میدید پلتفرم‌هایی که حالا دست گلوبالیست هاست صدای میهن دوستان رو میدونن حالا چجوری خاموش کنن، حالا یا با بلاک کردن، بستن کانال، یا نه اجازه فعالیت دادن ولی پایین آوردن تعداد بازدید ها. خب شما میدید این برنامه که ساخته میشه و من واقعا نگاه میکنم ویو ها رو، واقعا حیف هم میاد. حالا چه مثلا به حال من برنامه خودم نمیگم، مثلا برنامه استاد هومر رو میبینم، خب برنامه واقعا فوق العاده ایشون باز کرده، داره در تاریخ ایران و شاهنامه رو صحبت میکنه، بعد میبینید که خب این 3000 تا ویو خورده، خب مشخص این دستکاری شده است، ولی حداقل از شما عزیزانی که در واقع دارید این برنامه رو نگاه میکنید، این انتظار میره در واقع با دو تا کلیک کمک کنید. کار سختی نیست، اگه شما در خارج از کشور هستید که خیلی راحت استفاده از یوتیوب، یه در واقع با دو تا تاچ کردن، یه دو تاچ شیر، یکی هم در واقع فرستادن به 4-5 از دوستان صمیمی خودتون که دارید، با معرفی کردن این برنامه ها، معرفی این کانال ها. و ببینید من همین تار صحبت میکنیم، مثلا از نادرشاه صحبت میکنیم، از لطفعلی خان صحبت میکنیم، خب ببینید چه زجرهای چه بدبختی های کشیده شده برای حفظ این مملکت، شمشیرها زده شده، دست و پاها قطع شده، چشم ها در واقع نابینا شده، شوخی نیست. شما همین نادرشاه رو صحبت میکردیم، از این سوی ایران به اون سوی ایران لشکر میکشید، شما برای شما فقط این شاید یک داستان باشه، ولی وقتی در عمل تصور میکنید این وحشتناکه. این مردان بزرگ، این اجداد ما، نیاکان ما جنگیدن تا این سرزمین رو حفظ کردن. خب چه کاری واقعا، واقعا دوتا تاچ کردن اصلا خنددار مقایسهش کردن با شمشیر زدن و اون همه ایثار فداکاری، چه اتفاقی میفته؟ واقعا چی میخواد از ما کم بشه؟ آیا مثلا اگر شما شیر کنید این برنامه ها رو، مثلا چیزی مثلا کم میشه، یا خدای نکرده چیزی از جیب شما به در واقع این سونسو میشه؟ نمیشه. برای همینم قضیه رو بی‌تفاوت ازش نگذریم. کاری که داره انجام میشه کار بزرگیه، در واقع این برای بیدار کردن و آگاهی مردم ایران هستش. ببین مثلا همین برنامه که داریم ساخته میشه، این فقط واسه قصه گفتن نیست، برای هم آگاهی مردم و بیش و به ویژه مردم آذربایجان هستش. با توجه به تبلیغات بسیار سنگینی که داره انجام میشه در آذربایجان، حالا چه به دست رژیم، عوامل رژیم که اسم پانتوز به خودشون گذاشتن و تلاش میکنن مردم آذربایجان رو به عنوان عنصری جدا از مردم ایران، کاملا متفاوت از مردم ایران معرفی کنن، در واقع تلاش می‌کنن که این دروغ‌ها رو در واقع افشا کنیم.
خب چرا این مثلا ما این برنامه ها رو واسه دوستان آذری زبانی که داریم، حالا در تبریز، ارومیه، زنجان، اسکو، هر شهر دیگر آذربایجان نفرستیم یا هر جای دوری در زندگی میکنن نفرستیم و ازشون نخواهم که اینا رو در واقع برای بقیه آذربایجانی ها بفرستن؟ من خواهش میکنم که در واقع بیایم با هم دست به دست هم بدیم. اگه ما با هم باشیم، هر چقدر اینا تلاش کنن در واقع ویوهای این فیلم ها رو بیارن پایین، باور کنید همین 3000 تا میتونه به صورت تصاعد هندسی در کمتر از یک هفته بره بالای 100000 تا. دیگه بقیه مونده به همت و یاری شما بزرگان سروران من. سپاسگزارم شهرام جان، ممنون از این نکته‌ای که گفتی، واقعا مهمه این موضوع و من فکر میکنم که بیشتر بینندگان که به قول شما اون لایکر رو نمیزنن یا اون شعره رو نمیکنن، خودشون رو دست کم میگیرن، باور ندارن که این هر کارشون چقدر میتونه اثر داشته باشه، چقدر اثرگذار هست. ببینید یه زمانی میدون جنگ همین آوردگاهایی که شما داری راجعش صحبت میکنی، میرفتن شمشیر میزدن یه توپ به هم دیگه میزدن، الان میدون جنگ همین جاست، در همین فضای مجازی، در همین رسانه هاست و جنگ روانیه. یعنی اگر مردم ایران روزی واقعا آگاه بشن به اینکه چه اتفاق وحشتناکی در انتظارشونه و چه بلایی داره همین الان به سرشون میاد، مطمئن باشین یه لحظه وای نمیستادن. دلیل اینکه مردم نشستن و دارن نگاه میکنن، نظارگر نابودی خودشون هستن، اینه که مسخ شدن، آگاه، یعنی به نوعی پوشونده شده، پنهان شده این فاجعه‌ای که داره برای خودشون اتفاق میفته و راه، تنها راه ما همین آگاهی رسانیه، مهمترین راه هم هست. و برای همین میخوام بگم در تایید سخنان خودت به بینندگان عزیز و محترم که واقعا دست کم نگیرین خودتون رو. این شیر کردن شما، اشتراک گذاری شما بسیار بسیار حائز اهمیت است در این شرایطی که میبینین که رسانه های دیگه دارن چی کار میکنن، چه جور خوراکی رو تهیه میکنن برای مردم، برای شستشوی مغزی، برای همین که مردم رو بشونن سر جاشون، مردم از جاشون تکون نخورن. ما دیدیم در همین جنبش مهسا امینی رسانه ها چی کار کردن دقیقاً. برای همین میگم که یعنی مهمه این کاری که میکنین، خیلی خیلی اهمیت داره این کاری که شما میتونید خیلی راحت با قول شهرام جان با دو تا کلیک انجام بدین، بسیار از اهمیت است. گوش میگم صحبت شما. فقط من تکمیل کنم حرفای شما رو که اشاره کردیم به بحث رسانه های دیجیتالی. ببینید انقلاب تونس که در عرض چند روز تومار در واقع بن علی رو در هم پیچید، فقط با یک فیلم، یک آپلود توسط یک جوان تونسی و پست کردنش تو فیسبوک در واقع شروع شد و همه واسه هم شیر کردن و در عرض چند ساعت تمام مردم تونس از فاجعه‌ای که به اون جوان دست برش رفت آگاه شدن و رفتن تو خیابون. به همین سادگی با چند تا کلیک در واقع شروع شد. این رسانه اسلحه بسیار قدرتمندیه. چیزی که دست شماست شاید شما خبر نداشته باشید، رژیم آخونده خبر داره، برای همینم تا میتونه محدودش میکنه، فیلترش میکنه. الان که سعی کرده با یه قیمت بسیار وحشتناک برای اینترنت، فکر کنم الان گرانترین خدمات اینترنتی در جهان، هم گرانترین هم بی‌کیفیت‌ترینش مال ایران هستش. خب اونا میدونن این چیه، ولی شما متاسفانه از سلاحی که در دست دارید رو در واقع نمیدونید چی دستتون هستش. خب بریم به سراغ در واقع یکی از پربحث و گفتگوترین پادشاهان ایران، آقا محمد خان قاجار. خب آقا محمد خان گفتیم که آمد و خب با اون وضع خب آخرین مدعی رو برداشت، آخرین رقیب رو حذف کرد و بلافاصله در واقع متوجه قفقاز و گرجستان شد. در مورد، حالا من میخوام قبل از اینکه وارد بحث قفقاز و گرجستان بشم، میخوام در واقع یک پیش زمینه ای از خود شخص آقا محمد خان به شما ارائه بدم. سلسله، خب اصلا طایفه قاجار، حالا اونجوری که حالا گفته میشه، برمیگرده به یک سرداران در واقع ترک چنگیزخان به اسم نویان قاچار. قاچار یعنی میمی دوت، نویان قاچار. و کم کم در واقع نویان قاچار فرزندانش زاد و ولد کردن و در زمان به اصطلاح
شاه اسماعیل یا پایان دوران ایلخانیان در تبدیل شده بودن به یک ایل خیلی بزرگ با چند شعبه و تیرو و غیر و زالک، که زمانی که شاه اسماعیل برداشت و ایلات قزلباش از آناتولی به آذربایجان آورد، خب قاجارها هم به آذربایجان آمدند. خب ما در طی این برنامه صبح اشاره کردیم، مثلا گفتیم که سیاست های شاه عباس برای گسترش اسلام در گرجستان یا حالا به اصطلاح ایجاد پایگاه های امن برای خودش، کوش دادن همین طایفه قاجار به گرجستان بود که اونجا با واکنش سردار معروف گرجی گیورگی ساکادزه مواجه شد. گیورگی ساکادزه بارها بارها حمله کرد و در واقع قاجارها رو میکش، حتی اشاره کرد یک بار اینا رو یک جا جمع کرد و به بهانه گفتگو تعدادی از اینها رو از بین برد، سران ایل قاجار رو. بعدها اینها دوباره حالا کوچ داده شدن به منطقه استراباد، در همین استراباد اسم نام قدیمی گرگان هست. و خب در میشه گفت از زمان فروپاشی صفوی کم کم قاجارها به فکر در واقع شکل دادن یک قدرت، یک حکومت برای خودشون شدن، چون گفتیم تا زمان صفوی ها هیچ کدوم از این طوایف یا ایلات در ایران، حالا چه قزلباش چه غیر قزلباش، به خودش این جسارت رو نمیداد، این جسارت رو در خودش نمیدید که به صورت مستقل دست به تشکیل حکومت بزنه، چون صفوی آنچنان مشروعیت قوی در میان مردم داشت که نهایت تلاش اینها برای دست به قدرت این بودش که حالا یک شاهزاده رو در دورش کنن، اون رو در واقع به جای پادشاه دیگری بگذارن، چون که در مورد شاه عباس اتفاق افتاد. شاه عباس یک پسر 16 ساله بود که در واقع استاجلوها آمدن این رو از هرات بردن به جای پدرش که شاه اسماعیل دوم باشه گذاشتن، ولی هرگز و هرگز هیچ ایل و طایفه ای به این عنوان که در واقع پادشاه حق ماست، نمیدونم از اینجور داستان ها رو ما تا پایین صفوی نداشتیم. خب اولین کسی که در واقع جایگاه بالایی در حکومت پیدا نسبتاً بالا پیدا میکنه، پدر بزرگ آقا محمد خان قاجار هستش، فتحعلی خان، که زمانی که شاه طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین به صورت در واقع در به در به دنبال لشکر و سرباز میگشت که با محمود و بعد اشرف افغان مقابله کنه، فتحعلی خان بهش پناه میده و خیلی زود تبدیل میشه به سپه سالار شاه طهماسب، شاه طهماسب دوم. و بعدن که خب طی برنامه ها دیدیم چه اتفاق افتاد، زمانی که نادرشاه آمد در اون زمان بهش طهماسب قلی میگفتند و اومد خود در به خودش در لشکر شاه طهماسب جا کرد و خیلی زود کارش بالا گرفت و فتحعلی خان توسط شاه طهماسب حذف شد. حالا بعضی مورخ اعتقاد دارن در میان برنامه دسیسه و تدبیر نادرشاه هم در کار بوده که بعد این قضیه نادرشاه جای فتحعلی خان رو گرفت و تبدیل شد به سپه سالار ایران. و این جالب بدونید همین قضیه، این رفتاری که با پدر بزرگ مثلا آقا محمد خان انجام میشه، این کینش در دل آقا محمد خان مونده بودش. آقا محمد خان همین کینه در واقع کشته شدن پدر بزرگش رو به دل گرفته بود و بعدها میبینیم که در تسخیر مشهد توسط آقا محمد خان متاسفانه میره و کمون کاری که با استخوان‌های کریم خان کرده بود با استخوان‌های نادرشاه هم انجام میده. به حال یکی از ویژگی‌های خاص حالا آقا محمد خان علاوه بر به اصطلاح خونریزیش و بی‌رحم بودنش، بسیار هم کینه‌جو بودن شخصش. آقا محمد خان کلا شخصیت عجیب غریبی داره، در واقع بسیار آدم باهوشیه، بسیار بسیار آدم باهوشیه، بسیار با کیاسته. حتی حاج ابراهیم خان کلانتر که بعدها وزیر اعظم آقا محمد خان میشه، در مورد آقا محمد خان میگفتش که سر او اجازه نمیدهد که دستانش کار کنند، یعنی انقدر از مغزش کار میکشه که نیازی نداره که به
در واقع کار به دستش برسه. به هر حال محمد حسن خان در واقع چند بار با نادرشاه درگیر شد، شورش کرد، درگیر شد، حریف نشد و سرانجام به صحرای قرقوم و به نزد ترکمنهای یموت پناه برد. و خب در این مدت خب آقا محمد خان هم یک بچه کوچکی بود. فقط در مورد تولدش هم بهتون بگم، آقا محمد خان 23 اسفند 1120 به دنیا میاد، در همان استراباد در اونجا به دنیا میاد. به هر حال زمانی که نادرشاه افشار کشته میشه و جانشیش با نام عادلشاه به قدرت میرسه، محمد حسن خان فرصت خوب پیدا میکنه که تا بیاد و مدعی تاج و تخت بشه. در این گیر و دار در واقع خانوادش به اسارت میرن و عادلشاه بچه 6 محمد حسن خان رو حالا اول تصمیم داشت بکشه، ولی خب تصمیم میگیره فقط به اخته کردن این بچه 6 اکتفا کنه. اما یه جنایت بود که این بچه هیچ گناهی نداره، 6 بوده و این اخته بشه. خب این اخته شدن آقا محمد خان رو هم روی بدنش اثر میذاره، یعنی حالا حتی این حالت سر هم داشت، یعنی شده بود حتی در دوران حکومتش یک بار 3 این از هوش رفت آقا محمد خان، این حالت مشکلات رو داشت، بدنش بسیار لاغر موند. بعد این ضعفش، این عقده‌ای که درش به وجود اومده بود، بعضا مثلا این رو اخته خان صدا میکردن و این یه حقد و کینه در درونش مونده بود. برای همین هم زمانی که به کسی خشم میگرفت تا نابودش نمیکرد رها نمیکرد این فرد رو. خب آقا محمد خان به زمانی که خب بالاخره ابراهیم شاه افشار میاد و عادلشاه رو در واقع شکست میده، آزاد میشه، برمیگرده به نزد پدرش و 10 در کنار پدرش هستش. محمد حسن خان خب از یک طرف با زندها، بختیاریها و آزادخان افغان، همون مدعیانی که صحبت کردیم در زمان قدرت حسین کریم خان، در اینها که با اونها درگیره، یک درگیری بزرگ هم در بین خود قاجارها هست. خب اینها از تیره بودن به نام قوانلو. قوانلو هنوز هم در ایران هستن، خیلی هم ثروتمندن قوانلوی قاجار. بعد نقطه مقابل اینها در واقع این قوانلو، حالا یه اصطلاح دیگه هم داشتن بهشون میگفتن اشاقباش، یعنی پایین دست. اینا به خاطر جایی که در واقع چرا میکردن به اینا میگفتن اشاقباش. این رقیبشون دولوها بودن، دولوها مثل یوخاری باشون که در واقع میگن بالا دست، در واقع از جغرافیایی که جایی که قرار داشتن ایلات این تقسیم بندی داشتن. اینا با دولو همیشه درگیر بودن، یعنی اینا از یک طرف خود قاجارها در درون خودشون یک درگیری داشتن و یه درگیری هم به اصطلاح با زندها و بختیاریا و بقیه مدعیان قدرت داشتن. این باعث تضعیفش شد و حالا اشاره کردیم که در زمان کریم خان به اصطلاح چجوری محمد حسن خان قاجار کشته میشه، سرش بریده میشه، میفرستن برای کریم خان. کریم خان خیلی ناراحت میشه، گریه میکنه و دستور میده که سرش رو با گلاب بشورن و بفرستن در واقع تا با احترام دفن بشه در همون حرم شاه عبدالعظیم. و خب رقیب همین محمد حسن خان قاجار رو که اسمش بود محمد حسین خان دولو رو به عنوان استاندار بیگلربگی حالا توکی میشه بیلربگی، یعنی اون استاندار اصطلاحی بود که زمان صفوی سمت وجود داشت، انتخاب میکنه رقیب خود محمد حسین خان قاجار رو. زندگی آقا محمد خان چیز عجیب غریبیه. مثلا اینها زمانی که در اگه شما نکنم در شهر مرو یا خیوه بودند، در یک خانه در واقع هم خودش هم مادرش زندگی میکردند و یکی از سرداران به اصطلاح نادرشاه در تعقیب آقا محمد حسن خان وارد اون شهر میشه، ولی جالبه که متوجه این قضیه نمیشه و اینها جان به سلامت میبرن، هم خودش هم مادرش.
یعنی انگار مثلا یه دستی هست اینو داره محافظت میکنه، یعنی از دست عادل شاه جون سالم به در برد، از دست بهبود خان سردار نادر شاه جون سالم به در برد، انگار مثلا این یه مأموریتی باید انجام بده، در یه رسالتی بهش گذاشته شده در زندگیش. بروی کریم خان آقا محمد خان رو اول توی دامغان نگه میداره، محمد حسین خان دولو از کریم خان میگه آقا اینو از اینجا ببرش، این داستان درست میکنه، این در اینجا فتنه گری میکنه. سنش هم سنی هم نداشت آقا محمد خان، 16 سالش بود، 18 سالگی اول میبرنش تهران، بعد میبرنش شیراز و 20 سال در کنار کریم خان زندگی میکنه. البته عمش هم در واقع همسر کریم خان بود، خدیجه بیگم، در واقع خواهر محمد حسن خان قاجار. و جالبه که به نوعی به عنوان، چون الان بسیار باهوشی هم بود، کریم خان همیشه به عنوان مشاور ازش کمک میگرفتش. حتی بعضی وقتا کریم خان بهش میگفت پیران ویسه. پیران ویسه رو که حتما استاد همه راجبش صحبت کرده، در واقع وزیر خردمند افراسیاب در هم ماجرای سیاوش، در واقع پیران ویسه هستش که بهش در واقع راهنماییش میکنه و حتی زمانی که افراسیاب میخواد سیاوش از بین ببره، کسی که در واقع هی ممانعت میکنه خودم شخص پیران ویسه هستش. به هر حال کریم خان دوستش داشت و مراقبش بود. حتی بعد وقتا این آقا محمد خان حالا از لحاظ روحی عصبی به هم میریخت، روی حقد و کینه مثلا برمیداشت با خنجرش فرشای تالار رو پاره میکرد، بعد گزارش میدن به کریم خان که همچین کارهایی میکنه. کریم خان میگفت اشکال نداره، این درد پدر داره، پدر کشته شده است، شما چیز نکنید، به قول معروف کارش به کارش نداشته باشید. خب آقا محمد خان اوقاتی که حالا فراغت داشت یا شاهنامه میخوند، به شاهنامه و تاریخ ایران خیلی علاقه داشت، یا مثلا میرفت معمولا شکار میکردش و در این حال از نزدیک هم خب تو دربار بود، زندها رو کامل داشت میدید، نقاط ضعف و قوت اینها رو همه چی قشنگ میدید و به ذهنش میسپرد، تا اینکه میرسه به سن 37 سالگی. به سن 37 سالگی میرسه، به محض در واقع اعلام مرگ کریم خان، عمش خدیجه بیگم بهش خبر میده و او به بهانه شکار از شیراز خارج میشه و با شتاب به سمت در واقع منطقه پدریش در همون استراباد میاد تا قاجارها رو با هم متحد کنه و بیاد و در واقع حکومت رو در ایران بر عهده بگیره. مشخصه که این سالهای سال به این موضوع فکر کرده، یه شبه نبوده قضیه، بیش خودش نقشه کشیده چیکار کنم چیکار نکنم، که اون لحظه و فرصت طلایی کمون مرگ کریم خان بوده رو بهترین موقع بوده که نقشه خودش رو عملی کنه. خب همزمان که این اتفاق داره میفته، به موازاتش در روسیه اتفاقاتی هم در جریان هستش. در روسیه یک ملکه آلمانی همسر یک سزاری میشه به نام پل، با یک دسیسه در واقع این او رو کنار میذارن و خودش به عنوان تزاریان و ملکه کل یا امپراتریس کل روسیه در واقع جانشین میشه. درباره این زن و اخلاقش صحبت کرد، خصوصی اخلاقش صحبت کردیم و چیزی که حقیقتا امروز ما به عنوان روسیه میشناسیم شاید مدیون دو نفر باشه، یکی در واقع همان شخص پتر یا حالا انگلیسی میگن پیتر، روسا میگن پتر، که شهر سن پیتر میشن، سن پیترزبورگ رو میذاره، روسیه رو در واقع از حالت آسیایی و با فرهنگ بسیار سنتی که داشت در میاره و تبدیل میکنه در واقع به یک کشور نسبتاً مدرن. صنایع رو سعی میکنه از اروپا به ویژه از هلند به روسیه بیاره، معمارای زیادی از ایتالیا میاره و چیزی که شما مثلا در سن پیترزبورگ میبینید، پایتخت حالا به قول روسا پتر کبیر یا هم پتر یکم، در واقع همون مدیون معماران ایتالیایی هستش. حتی چیز عجیب غریبی هم راجع بهش میگن، میگن مثلا حدود 27-28 سال این با نام حالا مبدل، با نام جعلی اسم، حالا حالت مبدل میره در هلند
و کارهای مختلف رو یاد میگیره، حالا ریختگری، نمیدونم آهنگری، و خودش در واقع ور میداره یه سری صنعتگر با خودش میاره. حالا ممکنه کمی اغراق شده باشه، ولی خب پیتر بسیار تلاش کرد تا یک روسیه اروپایی بسازه و تا حتی سالهای سال بعد از پیتر در واقع توی روسیه درگیری بود. یعنی یک سری روسای ارتودکس بودن، متعصب بودن، با اصلاحات پیتر مخالف بودن و یه سری نه خیلی به صلاح اصطلاح امروزی ما غرب زده بودن، دوست داشتن روسیه کشوری مانند مثال میگم فرانسه یا انگلستان باشه، یعنی اون پایگاه آسیایی روسیه رو قبول نداشتن. و حتی جالب بدید روسا تا قبل از پیتر ریشه خیلی بلندی میذاشتن، براشون حالت یه نماد مذهبی هم بود، هنوزم که هنوز در واقع روحانیون کلیسه ارتودکس همیشه ریش دارن و پیتر اولین کسی هست که سیبیل میذاره و دستور میده، اصلا خودش میزنه ریشاشو و دستور میده باید بزنید. و حتی ادهی از روسا سر مخالفت با این قضیه خودشون زنده زنده میسوزونن، اینقدر براشون سنگی بود. همین داستان ریشی که دارم بهتون میگم. خب حالا از بحث پیتر بیایم مثلا بیرون بیایم، ولی خب پیتر کسی بودش که زمانی که شاه سلطان حسین در واقع حکومت رو در ایران از دست داد، از اون خلأ در واقع قدرت و ضعف قدرت مرکز ایران استفاده کرد و شروع کرد به سمت جنوب خیلی سریع پیشروی کردن، دربند و باکو و حتی آمد گیلان را هم گرفت که میدونیم که بعد از پیتر و جانشینانش در مقابل نادرشاه افشار تاب نیاوردن و به سرعت عقب نشینی کردن. خب دومین شخص، دومین پادشاه همین یکاترینا هست، این زن آلمانی که در واقع روسیه رو تبدیل به روسیه امروز به نوعی تبدیل میکنه و اون رو تبدیل میکنه به یک قدرت در واقع تراز اول جهانی در حد انگلستان و حالا فرانسه اون دوران. خب این زن در سال 1768 یعنی زمانی که هنوز جنگای داخلی هست بین قاجارها و زندها، میاد و در 24 ژوئیه با پادشاه در واقع پادشاه متحده کارتلی و کاختی یا هم گرجستان شرقی یک معاهده امضا میکنه، معاهده به نام گیورگیفسک، در قلعه به همین نام در داغستان این معاهده بسته میشه، برای هم میگن معاهده گیورگیفسک. این معاهده در واقع سرنوشت میشه گفتش که هم مردم گرجستان رو و هم مردم ایران رو به نوعی زیر رو میکنه. داستان چیه؟ داستان اینه که ایراکلی یا هیراکلیوس دوم، حالا هیراکلیوس همون لام لاتینه، میدونید که ما یک پادشاه دیگر به نام هیراکلیوس میشناسیم، امپراتور روم که خسرو پرویز پادشاه بزرگ ایران جنگ های بسیار زیادی کرد و شوربختانه هم آخر سر اول پیروز شد، ولی به خاطر خیانت اطرافیان و کودتایی که علیهش شد شوربختانه شکست خورد و هیراکلیوس آمد با آذربایجان و آتشکده آذرگوشسپ آذربایجان که بزرگترین آتشکده ایران باستان بود رو نابود کرد. اتفاقا از طریق گرجستان هم آمد، یعنی با کشتی ها آمد از طریق دریای سیاه آمدن در یک از بنادر گرجستان نیرو پیاده کردن مخفیانه و از اونجا آمدن به وارد آذربایجان شدن. این آتشکده که در صحبت میکنم اگه اشتباه نکنم در 40 کیلومتری تکاب، یعنی شما از شهر تکاب به سمت میانداب که حرکت میکنید یا شهر شاهیندش، دست بعد از 10 کیلومتر دست راستتون به یک منطقه روستایی وارد میشه، بعد از 30 کیلومتر میرسید به جایی که سلام بهش میگن تخت سلیمان. حالا من پیشنهاد میکنم که بازدید از این منطقه به حقیقت اسرارآمیز رو از دست ندید، فقط الان به شدت سرده، بهترین موقع برای بازدید از آتشکده آذرگوشسپ ماه تیر هستش، ماه تیر، مرداد، شهریور و نهایتاً مهر ماه. انرژی بسیار عجیب غریبی داره، حتی من اگه شما نکنم در 13 مهر ماه کسایی که بحث انرژی درمانی میکنن میرن جمع میشن دور دریاچه‌اش، دست هم دیگر رو میگیرن تا اون انرژی که اونجا هستش رو بتونن جذب کنن.
به هر روی این دومین هراکلیوس معروف تاریخ ما هستش، یعنی در لفظ گرجی میگن ایراکلی، امروز هم خیلی مصطلح هست این کلمه، این نام ایراکلی بین پسران گرجی. به هر حال ایراکلی در واقع از سرداران نادرشاه افشار بود که نادرشاه افشار به پاس خدماتش از خانواده باگراتیونی هم بود. قبلا هم گفتیم خاندان باگراتیونی خاندان سلطنتی گرجستان بود که این خاندان نزدیک 1000 سال بر گرجستان به صورت مستقل حکومت کرد و جالب بدون ریشه باگراتیونی ها در واقع که سرداران خسرو پرویز بود به نام باگرات، که این باگرات بعد از قتل خسرو پرویز دیگه لشکر خود جمع میکنه به همین گرجستان امروزی میاد که اون زمان بهش ایبریا میگفتن و در اونجا حکومت کوچکی شکل میده، کم کم تبدیل میشه به همین پادشاهی باگراتیونی ها و هنوز هم در واقع بازماندگان این خاندان سلطنتی امروزه در اسپانیا دارن زندگی میکنن. خب ایراکلی از این خاندان بود و رفت و در تفلیس و این در واقع موقعیت ایجاد کرد که توانست بعد از قرنها پادشاهی کارتلی و کاختی رو با همدیگه متحد کنه. خب قبلا صحبت کردیم گفتیم آقا این کارتلی این در واقع منطقه که مرکز میشه تفلیس پایتخت امروزی گرجستان و کاختی هم در جنوب اون قرار داره. این دوتا پادشاهی جدا داشتن، معمولا اون قسمت کارتلی با صفویه رابطه خوبی داشتن ولی کاختی دیدیم اون درگیشه درگیرایی که ایجاد میشه با صفویه با همین منطقه کاختی هستش که مرتبه پادشاهش که درگیرش خیلی زیاد بود و شاه عباس هم برخورد بدی هم انجام میده در مورد مادر اون پادشاه همون کتوانی که موزیک از قدیسای کلیسای گرجستان هم هست، در واقع مال هم منطقه کاختی بود. به هر حال ایراکلی بعد از چند قرن موفق میشه این کارتلی و کاختی رو با هم متحد کنه و در واقع خب حالا من دارم یک منطقه کشور را اصلا متحد کنم، کم کم برم به سمت اینکه کل گرجستان رو متحد کنم و یک پادشاهی بزرگ وجود بیارم. این تصوری که داشتش خب روس ها که در به در به دنبال راهی برای نفوذ به قفقاز بودن، چون میدونید گرجی ها مردمی بودن که خب از لحاظ بدنی و سخنبنده خیلی قوی دارن، حتی دیده باشین چه در زمان شوروی که بیشتر کشیگر خوبش گرجی بودن، هنوز هم کنوزه تورشای وزه برداری و کشتی ورزشکار خیلی قدری دارن به خاطر ویژگی های نژادی که ازش، حتی ما در ایام باستان ایرانی ها خب لشکرهایی که گرجی که از منطقه ایبریا می اومدن به زمانی که شاهنشاه ایران جنگ میکردن در دوران باستان، ایرانی ها اینها رو گرد معرف گرد میدونن یعنی پهلوان و اون پسوند ستان گردستان کم کم اون تبدیل شده به جه شده گرجستان. ولی خب خود گرجی ها به کشور خودشون میگن ساکارتولو. ساکارتولو در واقع یک واژه لاتینی یونانی به معنی سرزمین مردمان کشاورز، این عنوان خود در واقع گرجی ها میگن. واژه گرجی رو ایرانی ها به کار بردن، ترک هم از ایرانی ها یاد گرفتن و گفتن گرجستان، در واقع همون لفظ لهجه ترک همون گرجستان هستش. بر روی اینها دنبال این بودن که وارد قفقاز جنوبی بشن، ولی خب گرجی ها با اینکه حالا تعدادشون هم زیاد نبود ولی جنگجویان خیلی ماهری بودن. می‌بینیم در صفویه بعد از شاه عباس و همزمان با اون یه بخش بسیار مهم و قدرتمند ارتش صفوی در واقع شکل میدادن و در واقع در آزادسازی بنادر جنوبی ایران مثل بندر عباس، جزیره هرمز و جزیره قشم نقش بسیار پررنگ و مهمی داشتن. خب سیاست در واقع روسیه بر این قرار میگیره که به نوعی گرجستان رو تحت حمایت خودش قرار بده. خب اینها میان وارد گفتگو میشن با ایراکلی که آقا بیا شما رها کن ایران رو و هیچ دلیل نداره تو شما باشی، اون اصلا مسلمان هستن و در واقع ما هر دو برادریم، هر دو ارتدوکس هستیم و ما با سیاست داخلی هم کاری نداریم، شما سیاست خارجی رو با ما هماهنگ کن، فقط با ما باشه. و ایراکلی هم خوشحال میشه و میگه که بله من حتما. این یه در واقع یک معاهده بسته میشه که گرجستان خودش رو برای همیشه تحت حمایت روسیه بداند، در مقابلش روسیه هم
گرجستان رو از دشمنان خارجی خودش حفظ کنه و همچنین سلطنت خاندان باگراتیونی رو بر گرجستان در واقع به رسمیت بشناسه و محافظ اون باشه. و جالبه که ما همچین بندی رم افشین جان بعدها، یعنی همین چند سال بعد از این داستان، توی ماجرای ترکمنچای داریم. یعنی تو اون قرارداد شرم‌آور قاجارها به نوعی در واقع از روسیه میخوان تعهد بده تا در واقع از پادشاهی سلطنت قاجار و همچنین در واقع ولیعهد قاجار حمایت بکنه. به هر حال این اتفاق که میفته رسما دیگه ارتباط سیاسی گرجستان با ایران قطع میشه. آقا محمد خان هم متوجه میشه اتفاقی داره میفته. آقا محمد خان داره چیکار میکنه؟ آقا محمد خان داره کم کم مازندران رو، گیلان رو، آذر، یعنی پهنه شمالی ایران رو داره متحد میکنه. حالا جالبه اینا رو داشته باشیم، این چیزی که داره خارج از ایران اتفاق میفته اینا رو داریم، برمیگردیم به خود ایران. آقا محمد خان که وقتی که میاد به ایران، عرضم به خدمتتون که به اصطلاح تلاش میکنه تا اون نقطه ضعف پدرش که درگیری در قاجارها بوده اونو پرش کنه، صحبت میکنه با ایلات قاجار و تلاش میکنه راضیشون کنه که به ریاست خودش، یعنی آقا جان شما بیاین دور من جمع بشید، من رهبری و در قاجار رو داشته باشم و شما رو حاکم بر این ایران کنم. خب با توجه به اینکه تجربه هم داشت، 20 سال پیش کریم خان بود، پدرش هم در واقع بزرگ ایل قاجار بود، خب حداقل شاخه قوانلوش. خب یه سری پذیرفتن و دو تا از برادرش نپذیرفتن، یعنی یکیشون هم اسمش مرتضی قلی نامی بود، ولی مرتضی قلی نامی اون آخر سر چه داستانی واسش اتفاق میفته، یکم رضا قلی بود. با مرتضی قلی نمیتونست درگیر بشه چون مادرش مال دولوها بود، پس اگه با این درگیر بشه اون اتحاد نیمبندی که به وجود آورده از بین میره. بعد میاد با رضا قلی درگیر میشن، رضا قلی از زندها کمک میگیره و آقا محمد خان شروعش در واقع برای تسخیر مناطق ایران از شهر بارفروش رو میکنه، بابل، بعد میره ساری. توی ساری رضا قلی برادر خودش رو دستگیر میکنه و میخواد تحویل زندها بده و تو اینجا اتفاق عجیبی میفته. وقتی میام اینگار مثلا یه دستی هست که این آقا محمد خان حفظ کنه، باز هم یه معجزه رخ میده. همون برادرش که باش مخالف بود، همون مرتضی قلی، یه سری در واقع سوارکارای قاجاری رو، ترکمن رو جمع میکنه، میان حمله میکنن به ساری، آقا محمد خان آزاد میکنن. بعد بالاخره دوتا برادر رو جمع میکنه، میگه آقای رضا قلی بشین، آقا محمد خان تو هم بشین و با هم بالاخره برادریم ما، حل کنیم داستان رو. رضا قلی هم قبول میکنه و آشتی میکنه، ولی بعد فرار میکنه، میره شیراز، میره پیش زندها، میره پیش جعفر خان که آجون بله به من کمک کنید و من برم با این آقا محمد خان درگیرشم. اینا اعتنایی نمی کنن و اینم در واقع دست از پادراسای میره خراسان و همونجا هم میمیره. بعد آقا محمد خان در ادامه حرکت میکنه به سمت در واقع گیلان. توی گیلان یه آقای بود اسم هدایت الله خان. هدایت الله خان حالا کی هستش؟ این کسی بودش که پدرش، پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان، به عنوان حاکم گیلان گذاشته بود، حاکم رشت و انزلینا. بعد زمانی که پدرش به اصطلاح کشته شد، این هدایت الله خان در واقع بادبان ها رو گردون طرف زندیه و این خیلی دلخور بود از این سر این قضیه. آقا تو در واقع دست نشانده پدر منی، چرا رفتی با دشمنای ما نشستی همکاری کردی؟ حالا فقط این قضیه هم نبود، ایشون برای خودش یک حکومت کوچک محلی هم درست کرده بود، روسار هم آورده بود در رشت و انزلی، اونا قشنگ تجارت میکردن، خوب هم سود میبردن، چون گیلان زمان یکی از مهمترین مراکز تولید ابریشم بود و این هدایت الله خان خیلی خوب با روسا
بدبستون میکرد اینا، یعنی از نظر آقا محمد خان به دور نمونده بود. از اون طرف جالب بدون روسا همون زمان شروع میکنن و میگن که آقا ما میخواییم توی بهشهر کارخونه بزنیم و با کشتی میان و آدم میارن و نیرو میارن و جالبه به صورتی که اصلا بدون که اجازه بگیرن، خب بالاخره مازندران در اختیار آقا محمد خان دیگه، توی جزیره آشوراده یه سه استحکامات میزنن، محل اقامت موقت میزنن. آقا محمد خانم خیلی دیده در واقع منفی داشت نسبت به این روسا و احساس میکنه دارن یه کارایی میکنن. اول میخواد در واقع به همون جزیره حمله کنه، میگه خب من که نیروی دریایی ندارم چیکار کنم؟ این سردسته روسا رو دعوت میکنه، میگه آقا جون بیاید اینجا با هم صحبت کنیم. یه آقایی بوده مثل کنت وینوویچ، مهمانی بدم. همونجا گروگان میگیره، میگه تا زمانی که عوامل شما تمام اون جایی که بدون اجازه ساختن تخریب نکنه من ولت نمیکنم. اونم مجبور میشه دست میگه آقا بزنید تخریب کنید همه رو. بعد که تخریب میکنه میگه حالا خودتو دار دستت بلند شی بری روسیه، اینجا چیزی رو تجارت وجود نداره برید. بعد حالا با این نگاه حمله میکنه به رشت، رشت رو هم میگیره. اون هدایت الله خان فرار میکنه به سمت شروان. شروان همین که الان بهش میگیم باکو و گنجین و زمان بهش میگفتن شروان. خب حالا آقا محمد خان گیلان رو هم گرفته. در سال 1161 یعنی میشه 1782 میلادی شروع میکنه این دفعه مناطق جنوبی البرز رو تحت کنترل خودش گرفتن. ری رو میگیره، کرج، قزوین، زنجان تا به تهران میرسه. به تهران میرسه. تهران هم یکی از مناطق در واقع که زندها خیلی توش نفوذ داشتند در تهران، برای آقا محمد خان گرفتن اونجا خیلی مهم بودش. توی تهران تا اون میاد و خیلی از افراد آقا محمد خان مبتلا میشه. برای همین محاصره تهران رها میکنه و تا چشمه علی دامغان عقب میشینه و بعد هم دوباره برمیگرده به سمت مازندران. تا این داستان ها هست تا مرگ علی مردان خان، ببخشید علی مراد خان. علی مراد خان همون خواهرزاده معروف کریم خان زند که سال 1164 یا 1785 میلادی فوت میکنه. خب دوباره میره به سمت تهران، میره به سمت تهران. تهرانی ها میان که آیا آقا محمد خان ما تهرانی ها خادم و نوکر کسی هستیم که پایتخت دستش باشه. شما پایتخت رو گرفتید، ما این دروازه رو برای شما باز میکنیم. پایتخت هم کجاست؟ اصفهان رو دارم میگن، چون هنوزم که هنوز برای مردم ایران اصفهان به عنوان پایتخت شناخته میشه. یعنی چه اون مرکزیت مشهد زمان نادرشاه، چه شیراز زمان کریم خان، ولی با این حالی موجب نشده بود که تصور مردم از پایتخت از شهر اصفهان اون کمرنگ بشه. اصفهان خیلی شهر مهمی بود. خب آقا محمد خان میدونه این حرف بی ربطی نمیزنه، تصمیم میگیره بره به اصفهان. خب میدونیم که بعد از علی مراد خان جعفر خان اومد، پدر لطف علی خان، و توی برنامه قبلی صحبت کردیم که جعفر خان شکست خورد و اصفهان رو در واقع واگذاشت به آقا محمد خان. آقا محمد خان وقتی اصفهان رو گرفت در سال 1785 اصفهان رو میگیره و حرکت میکنه، میره به سمت همدان با در واقع ایلات ترک و کرد همدان پیوند همبستگی میبنده، در واقع اصطلاح امروزی ها بیعت میکنه و همچنین با طایفه اردلان، گفتم که کردستان اردلان میگفتن، کلا قاجارها با اردلان ها در تمام طول حکومتشون خیلی بدوستون داشتن، همیشه سعی میکردن از اردلان ها در واقع دختر بگیرن
که این در واقع زنان تایف اردلان توی حرمسرای قاجارها باشند تا به نوعی جاپای محکمی در منطقه کردستان داشته باشند. بروی این آذربایجان هم که خب صحبتش کردیم، آذربایجان رو هم میگیره و تلاش میکنه تا طوایف ایلات آذربایجان که مهمترش هم ایلات شاهسوان بودن با ایلات قاجار اینا رو با هم یکی کنه. یعنی یه چیزی که آقا محمد خان بهش پی برده بود میبینی که ولی یکی از نقاط ضعف هم نادرشاه هم کریم خان بود که ایلات متفاوت هر کدوم ساز خودشونو میزدن و این گفت واسه که واسه من اتفاق نیفته اینا رو همه رو با هم یکی کنم، همه رو با هم همبسته کنم، منافع هر کدومشون به اصطلاح سر جای خودش نگه دارم که اینا هیچکدومشون بر علیه من شورش نکنن. به هر حال با در اختیار گرفتن شمال کشور دیگه بقیه داستان رو که من تو برنامه قبلی مفصل گفتم که به کجا رسید و نهایتا به منجر به قتل فجیع لطفعلی خان شد. خب با قتل لطفعلی خان آقا محمد خان به سرعت متوجه قفقاز میشه. خب حالا ببینیم رابطه آقا محمد خان با جناب ایراکلی دوم چجوری هستش. آقا محمد خان خب خبرش رسیده به گوشش که قبل از اینکه اصلا به صورت رسمی ایران رو در اختیار بگیره به گوشش رسیده بود که بله ایراکلی دوم آمده با روسو یه همچین قراردادی بسته. آقا محمد خان میاد و اون زمانی که تلاش میکرد با زند ها مبارزه کنه به ایراکلی پیام میده، میگه ببین شما که با روسا رابطت خوبه سعی کن از اونو به نفع من کمک بگیری، من زنده رو شکست بدم، حالا اسلحه نیرو حمایت، اگه این کارو بکنی من که شاه شدم علاوه بر گرجستان آذربایجان هم بهت میدم، یعنی قفقاز و این باکو و گنج و تبریز هم شما حکومت کن. ایراکلی اصلا اعتنایی نمی کنه رفتش. تا اینکه آقا محمد خان به قدرت میرسه و بهش نامه میزنه و تهدیدش هم میکنه که به صلاح یه اولتیماتوم میده که به سرعت اون قرارداد رو لغو کن، دوباره به سمت ایران برگرد. و جالب زمانی که آقا محمد خان حتی در سال 1785 آذربایجان رو میگیره هنوز لطفعلی خان سر جاشه ها، ایراکلی در واقع متوجه خطر میشه، یه نامه می نویسه، سفیر میفرسته، فرستاده میفرسته به سن پیترزبورگ که آقا این آقا محمد خان هی داره قدرت میگیره، به من کمک کنید. خب حالا تو این اثنا سال 1787 این خیلی مهمه، 1787 خب سال 1785 یعنی دو سال قبلش آقا محمد خان اصفهان رو گرفته، تو گیرودار هستش که لطفعلی خان رو در واقع از بین ببره. دو سال بعد از این روسا میان طبق همون قرارداد گیورگیفسک به گرجیا کمک میکنن، شهری هست به نام برجومی، آب معدنش خیلی معروفه توی گرجستان، یک شهری نزدیک به قلی هستش به اسم آخالتسیخه، در زبان گرجی یعنی زندان جدید، ولی یه قلی بزرگیه. حالا تصاویرش هم دارید میبینید. روس ها کمک میکنن در واقع یک بار یک درگیری سنگینی با این عثمانی ها میشن، عثمانی ها رو شکست میدن، از آخالتسیخه بیرونشون میکنن و میرونشون به سمت غرب، در واقع اینا میرن به همون منطقه آجارا که از زمان سلطان سلیمان عثمانی در اختیار داشتن. این خیلی به مزاق در واقع ایراکلی خوش میشینه که چه خوب چه همپیمانی پیدا کردم، آقا این امپراتور عثمانی هم زدیم عقب. و خب این باعث میشه که به نظر من دچار اشتباه در محاسباتش بشه،
در واقع روس ها، حالا میرسیم به خود داستان جنگ، خیانت خیلی بدی بهش میکنن در مقابل با آقا محمد خان. ببین سیاست روس چه سیاستی داره. اول اعتمادش جلب کرده، عثمانی رو به عنوان یه رقیب بیرون کرده، حداقل از گرجستان شرقی. این آقا هم خیالش تخته که آقا جون، آقا محمد خان نمیتونه کاری کنه، روسیه پشت من هستش. آقا محمد خان نامه می نویسه. من الان سعی کنم از در خود نامه رو براتون بخونم، از متن نامه. دو تا نامه هستش که در واقع منتسب به آقا محمد خانه که به ایراکی نوشته. ایشون زمانی هستش که این نامه مال متعلق به زمانیه که آقا محمد خان کلن سلسله زندیه رو ساقط کرده، لطفعلی خان رو کشته و در تهران مستقر هستش. هنوز هم تاج پادشاهی سرش نذاشته. نامه می نویسه به ایراکلی دوم. دو تا نامه هستش. اولیش اینه، میگه آن حضرت می داند. منظورش آن حضرت خود ایراکلی دومه. نامه آقا محمد خانه. آن حضرت می داند که گرجستان صد نسل است که به ایران تعلق دارد. حالا با شگفتی می بینیم با روسها که کاری جز تجارت با ایران ندارند نشست و برخاست دارید. سال قبل مجبورمان کردید گروهی از گرجیها را بکشیم. حالا که ما نمی خواهیم رعایای خودمان را با دست خودمان نابود کنیم، اگر از اوامر ما اطاعت نکنید در مدت کوتاهی به گرجستان لشکر می کشیم و خون گرجی ها و روس ها را می ریزیم و از آن رودی به بزرگی کر جاری خواهد شد. در مورد کر توضیح بدم. رود کر یا کورا در واقع از نام کوروش بزرگ گرفته شده. رودی است که از میانه شهر تبریز میگذره. بسیار رود زیبایی است که از زیبای شهر تبریز هم رود کورا است. رودی که میاد و نهایتاً به از طریق در واقع جمهوری آذربایجان به دریای مازندران میرسه. اشاره آقا محمد خان به همین رود هستش. و البته شوربختانه حرفش هم عملی میکنه. الان میریم جلو میبینید که چه کاری در واقع در تبریز انجام میده. در یه در واقع کتاب تاریخی به نام فاسنامه ناصری هم آمده. حالا این نامه دیگرش هستش. میدانیم از عصر شاه اسماعیل صفوی آن ولایت به ایران تعلق داشته است و تو باید از شرایط عقل خارج نشده و تابعیت ما را قبول نمایی. اگر اطاعت کنی تو را والی آن ولایت میکنی، وگرنه با تو مثل دیگران رفتار خواهد شد. این در واقع اولتیماتومی هستش که آقا محمد خان به ایراکلی میفرسته و شوربختانه ایراکلی اشتباه بزرگی میکنه، علارغمی که نزدیکانش میگن که وارد جنگ نشد. الان زمانش نیست، این آدم در واقع آدم نیستش ما بریم درگیر بشیم، نه نفرش رو داریم نه موقعیتش رو داریم. علارغم توصیه مشاوران دلسوز و نزدیکانش، ایراکلی راه خودش رو میره و همچنان تنها کاری که میکنه نفر میفرسته، سفیر میفرسته سن پترزبورگ که آقا این داره میاد، لطفاً به من کمک کنید. و جالبه که یکاترین هیچ کاری انجام نمیده، عمدی هم هستش، میخواد جنگ انجام بشه. ببین شما سیاست روس چی هستش. به هر حال سرانجام حرکت میکنه در سال 1795 با 60,000 نیرو در تهران گرده هم میان و به سمت قفقاز حرکت میکنن. رود عرس رو رد میکنن. اولین چیزی که به اصطلاح میخواست انجام بده در واقع تسخیر شوشاست که فردی به اسم ابراهیم خان حاکم بود و به نوعی هم اینم طاغی شده بود و میگفتش که نه مثلا منم مثلا شما قبول ندارم. خیلی اون حاکمان منطقه قفقاز متوجه روس‌ها شده بودند. حالا چه گرجی که خودشون مسیحی بودن، یه در واقع فصل مشترکی با روس‌ها داشتن، چه حتی کسانی که مسلمان بودن مثلا در حاکم خود همین
شوشا ابراهیم خان. خب بعد از یک ماه اینا اندی محاصره تسلیم میشه، تسلیم میشه و تمام شرط آقا محمد خان قبول میکنه. آقا محمد خان هم میگه که شما در همین جایی که هستید بمانید. در همین اسنای محاصره باکو و گنجر هم اضافه میکنه دوباره به در واقع اون محدوده پادشاهی ایران اضافه میکنه و سرانجام میره به سمت تفلیس. خب میره به سمت تفلیس. با توجه به اینکه زمان نداریم من اینو بس نگه میدارم تا در برنامه بعدی جنگ بسیار دلخراش و فاجعه باری که انجام میشه و متاسفانه منجر میشه به ویرانی شهر تفلیس و قتل هزاران نفر انسان بیگناه که موجب در واقع خاطر تلخی برای گرجیان میشه، یعنی فصل خیلی بدی هستش. و بعدش هم پیایندش جنگ های ایران و روس رو میذارم برای در واقع برنامه بعدی. سپاسگزارم از شما، بسیار عالی بود، استفاده کردیم. ما اتفاقا اینو بگم، مثلا بیشتر توجه این تاریخی که تو دبیرستان حداقل درس دادن به ما دوره قاجار بود و در کل این تاریخ هیچ وقت اینجوری که شما الان داستان آقا محمد خان توضیح دادی که اصلا از کجا آمد و چه اتفاقاتی براش افتاد و چه کارهایی که اصلا یه میتونم بگم دو صفحه هم همچین توضیحاتی نبود، در صورتی که ما کتاب تاریخی مثلا 300 صفحه‌ای داشتیم و راجع فقط هم سلسله قاجار بود و هیچ کدوم به این مسائل اصلا نپرداخته بود. خیلی ممنونم، به هر حال خیلی اتفاقات مهمی افتاده در همین 200 سال گذشته که یعنی با شروع دوره قاجار شروع میشه، که امیدوارم که به همهش اینجور که شما داری پیش میری خوشبختانه ما میتونیم یه تصویر روشنی داشته باشیم از گذشته. ممنون، خواهش کنم، سپاسگزارم. من فقط در مورد چیزی که شما فرمودید رو، حالا چون وقتمون حالا اجازه نمیده، میذارم در واقع توضیحش که چرا کتاب تاریخ به این صورت نوشته شده و اصلا چی از دل اون قرار در بیاد رو هفته بعد در موردش صحبت میکنم. سپاسگزارم زمانی که دارید. ممنونم، سپاسگزارم. ممنون، تا بعد. خدا نگهدار.